سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم بحث در مورد جداسازی متغیرها رو با هم دیگه ادامه بدیم اول برای خودمون یه یادآوری خیلی سریع بکنیم و ببینیم که جداسازی متغیرها چی بود و برای ما چی کار میکرد ما اومدیم از اینجا شروع کردیم ویدئوی قبلی رو که گفتیم ما میخوایم معادله شرودینگر رو حل بکنیم معادله شرودینگر چی بود؟ بود؟ IH بار در روند سای به روند تی روند سای به روند تی مساوی هستش با منفی اچ بار دو روی دو ام در روند دوی سای به روند ایکس دو به علاوه وی در سای درسته به علاوه وی در سای بعد ما گفتیم که اگر ویمون یعنی انرژی پتانسیل ذرمون مستقل از زمان باشه و فقط به مکان رب داشته باشه یا یک ثابت باشه اون وقت میشه با فرض این که تابع موجمون یعنی سای ایکس و تی حاصل ضرب یک تابع از مکان که اسمش رو میذاریم سای کوچیک ایکس در یک تابع از زمان که اسمش رو میذاریم فیتی هستش نوشت یعنی اگر این فرض باشه ما میتونیم فرض بکنیم که سایه بزرگمون رو میشه به صورت حاصل ضرب این دوتا تابه نوشت و اون وقت چه اتفاقی میفته اون وقت اتفاقی که میفته اینه که این معادله شرودینگر ما که یک معادله دیفرانسیل پارهی هستش تبدیل میشه به دو تا معادله دیفرانسیل عادی معادله اول برای این تابع فی هستش که به چه فرمی گفتیم هستش هست دی فی به دی اینجا دیگه دقت کنید مشتقای عادی داریم مشتقای پاره ای نداریم دی فی به دی تی مساوی هستش با منفی آی ای روی اچ بار در آی -E روی اچ بار در فی درسته پس این برای فی مون هستش ببخشید این فی هم من باید کوچیک مینوشتم خب و ای چی هستش ای هم گفتیم که فعلا یه عدد ثابت فرض کنیم هستش ای یک ثابت هستش حالا بعدا میبینیم که این ای چی هستش و معادله عادی دوممون برای این تابع سای کوچیک هستش و به چه فرمی هست منفی اچ بار دو روی دو ام در دی دو سای به دی ایکس دو دی دو سای کوچیک به دی ایکس دو مجددا اینجا هم مشتقا دیگه عادی شدن نه مشتق پاره ای به علاوه وی در سای مساوی هستش با ای در سای خب پس با فرض جدا سازی متغیرها و اینکه تاب انرژی پتانسیل هم مستقل از زمان هستش معادله شرودینگرمون تبدیل میشه به این دوتا معادله که اینجا نوشتیم و ما میتونیم این دوتا معادله رو جدا جدا حل بکنیم و اون وقت جوابهایی که ازش به دست میاد یعنی فی و سای کوچیک رو در هم ضرب بکنیم تا سای بزرگ رو به ما بده مثلا معادله اول رو اگر نگاه بکنیم حلش خیلی ساده هستش دی فی به دی تی مساوی با منفی آی ای روی اچ بار در فی این رو خیلی راحت میتونیم دو طرف رو در دی تی ضرب بکنیم و از دو طرف انتگرال بگیریم اون وقت چی به دست میاریم؟ به دست میاریم که فی تی مساوی هستش با یک ثابت سی که ثابت انتگرال گیریمون هستش ضبط در چی؟ ای به توان منفی آی ای در تی که زمانمون هستش روی اچ بار که آی هم عدد مهمی یعنی رادیکال منفی یک هستش خب اگر براتون واضح نیستش که چرا جواب این معادله دیفرانسیل از اینجا به دست میاد فی تی مساوی یک ثابت C یعنی C در حقیقت یک عدد ضرب داره ای به توان منفی آی ای تی روی اچ بار میتونید از این تابع مشتق بگیرید که سمت چپ این دیفرانسیل هست و ببینید که آیا با منفی آی ای روی بار در فی برابر میشه یا نه و خیلی راحت میتونید ببینید که میشه چون دی فی به دی تی اگر از اینجا بخوام مشتق بگیریم سی که یک ثابته کاریش نداریم از این تابع نمایی هم اگر مشتق بگیریم این ثابت منفی آی ای روی بار میاد به ضریب تبدیل میشه و اون جمله نمایی به قوه خودش باقی خواهد موند پس دی فی به دی تی مساوی منفی آی ای روی اچ بار در فی می شود خب این ثابت انتگرال هم. چون ما نهایتا این تابع فی رو میخوایم توی یه سایز ضرب بکنیم میتونیم این سیه رو که یه ثابت هستش ببریم تو اون سایه پس بنابراین میتونیم فرض بکنیم که فی مون همیشه فی تی برابر هستش با این سی رو میبریم جذبش میکنیم توی اون سایه و فی فقط میشه ای به توان من فی آی ای تی روی اچ بار که این یک تابع نمایی مختلط هستش و میبینیم که به ازای هر ثابت ای بزرگ ما یه دونه از این فیا به دست میاریم پس هر ای رو که ما انتخاب بکنیم یه دونه از این تابع فی به ما میده خب این سای کوچیک رو چطور باید به دست بیاریم باید این یکی معادله رو حل بکنیم که همونطوری که توی ویدوهای قبلی گفتیم بهش معادله شرودینگر مستقل از زمان هم گفته میشه معادله شرودینگر مستقل از زمان چون فقط توش تابعیت مکان هستش مستقل از زمان خب و حل کردن این برای اینکه بتونیم حلش بکنیم باید این انرژی پتانسیل وی رو بدونیم تا وقتی که وی رو ندونیم نمیشه یه حل کلی برای این معادله ارائه کرد و توی ویدیوهای آینده برای یک سری توابع پتانسیل مختلف ما میایم این معادله رو یاد میگیریم با هم دیگه که چطور حلش بکنیم اما قبل از اینکه بریم سراغ حل کردن معادله شرودینگر مستقل از زمان چند تا بحث خیلی مهم با هم دیگه داریم که این ویدیو و شاید یک یا دو ویدیوی آینده رو به اونا میخوایم اختصاص بدیم بحث اینه که شما میتونید از من بپرسید که آقا جان شما اومدی به ما گفتی که فرض کنیم ویمون مستقل از زمانه این فرض قبول اما بعد فرض کردی که تابع موجمون حاصل ضرب دو تا تابع هستش که یکی فقط تابع زمان اون یکی فقط تابع مکان و اسم این روش هم گذاشتی جداسازی متغیرها از کجا معلوم که اولا از کجا معلوم که هر جواب معادله ای که پتانسیلش مستقل از زمانه رو بشه به صورت اینجا جدا سازی کرد و به صورت حاصل ضرب دو تابع مکان در یه تابع زمان نوشت این یک سال و سال دوم این که گیرم که اصلا بشه این کارو کرد چه فایده ای داره چرا ما مستقیم سعی نکردیم همین مدل شرودینگرمون رو حل بکنیم و اومدیم متغیرها رو جدا سازی کردیم خب من اول میام سوال دوم رو جواب میدم چون یه خود راحت تره و بعد سوال اولتون که دشوارتر و خیلی هم مهمتر هستش که چرا همه جواب های و رو باید بشه به این فرم نوشت خب در جواب سوال دوم که چه اهمیتی داره دو تا نکته رو باید بهتون بگم نکته اول این هستش که جواب هایی که ما از جداسازی متغیرها میگیریم گیریم اصطلاحا حالت های حالت های ایستای سیستم رو توصیف میکنن حالت های ایستا یا استیشنری سیستم رو توصیف میکنن که حالا ببینیم حالت ایستا اصلا یعنی چی خب فرض بکنیم که یک سیستمی با یک تابع یا یک ذره با یک تابع موجی توصیف میشه که این سایه بزرگ x و t رو سایه بزرگ x و تی رو میشه به صورت جدا سازی شده نوشت یعنی یه سایه کوچیک x ضرب داره فیتی که فیتی رو اینجا با هم دیگه حلش کردیم هست چی ای به توان منفی آی ای که یک ثابت هستش تی بر روی اچ بار درسته فرض کنیم که این جداسازی انجام شده خب خود تابع موجمون میبینیم که هم تابعیت مکان داره هم تابعیت زمان داره تابعیت مکانش توی این سایه کوچیکه تابعیت زمانش هم که اینجا هستش خب اما بیاید تابع چگالی احتمال رو با هم دیگه پیدا بکنیم یعنی اندازه سایه بزرگ x و t به توان دو برابر با چی هستش؟ برابر با طبق تعریف مزدوج مختلط سای یعنی سای بزرگ ستاره زب در خود سای هستش درسته که من تابعیت x و, و اینجا دیگه برای سادگی ننوشتم که بنابراین برابر با چی خواهد شد؟ مزدوج مختلط سای چون سای حاصل ضرب سای کوچیک در این جمله نمایی هستش برابر خواهد شد با سای کوچیک ستاره ایکس که یعنی مزدوج مختلط سای کوچیک ضرب در مزدوج مختلط این جمله نمایی چون هست ای به توان منفی آی ای تی روی اچ این منفی آی به مثبت آی تبدیل میشه دیگه درسته مزدوج مختلطش میشه ای به توان مثبت آی ای تی روی اچ درسته خب این شد سای استارمون سای بزرگ ستارمون زب در سای بزرگ میشه یعنی سای کوچیک در ای به توان منفی آی ای تی روی اچ بار درسته خب اینو بیاید یه خورده باهاش بازی بکنیم ترتیب جمله رو اگر عوض بکنیم این سای کوچیک و سای کوچیک ستاره رو میذاریم کنار همدیگه میشه چی میشه سای کوچیک ستاره در سای کوچیک میشود اندازه سای ایکس به توان دو دیگه درسته طبق تعریف مزدوج مختلفش ضرب در خودش میشه اندازش به توان دو یا قدر به توان دو و این دو تا جمله نمایی وقتی تو همدیگه ضرب بشن دقت بکنید که چی میشه نمایشون اگر با همدیگه جمع بکنیم صفر میشه دیگه چون یکی هست ای به توان مثبت آی ای تی روی اچ بار اون یکی از ای به توان منفی ای, آی ای تی روی اچ بار تو همدیگه اگر ضرب بشن میشود ای به توان صفر که یک هستش پس هست این ضرب داره یک که مساوی میشه با اندازه سای x به توان دو درسته؟ پس تابع چگالی احتمالمون همونطور که اینجا میبینید مستقل از زمانه چون مهمه من قرمز بنویسم مستقل از زمان هستش تابع چگالی احتمالمون و به این دلیل هستش که ما میگیم حالتهایی که از جدا سازی متغیرها به دست میان حالت های ایستای سیستم هستند چون تابع چگالی احتمالشون با زمان تغییر نمیکنه فقط تابع مکان هستش میشه اندازه سایه کوچیک x به توان دو و وقتی که یک همچین سیستمی داشته باشیم که تابع چگالی احتمالش با زمان تغییر نکنه هیچ کدوم از متغیرهای قابل اندازهگیری سیستم مثل ببخشید من سیستم وقتی میگم منظورم ذره هستش اینا رو دارم به صورت هم معنی استفاده میکنم یه وقت باعث این نشه که گیج بشین بهتره که رو جمع بکنم ذره بگم به جای سیستم ذره ای که تابع چگالی احتمالش مستقل از زمان باشه تمامی متغیرهای قابل اندازه گیری فیزیکیش مثل مکانش مثل تکانش مثل انرژیش و سایر اینها مستقل از زمان خواهند بود و به خاطر همون بهش میگیم یک حالت ایستا پس اینجا براتون میویسم در حالت های ایستا در حالت های ایستا متوسط تمامی متغیرهای قابل اندازه‌گیری ذره مستقل از زمانه یا ثابت است ثابت یا به معنی مستقل از زمان هستند یعنی چی یعنی مثلا ما بیایم متوسط مکان ذرهمون رو که قبلا دیدیم با x توی این براکت ها نشونش میدیم اگر حساب بکنیم میبینیم که مستقل از زمانه مستقل از زمانه عین همون اگر بیایم متوسط تکانه زرمون رو حساب بکنیم بازم میبینیم که مستقل از زمانه و در حقیقت اگر که واقعا حسابش بکنیم میبینیم که اصلا متوسط تکانش برابر صفر هستش حالا بعدا اینو براتون حساب میکنم میبینید که چرا صفر هستش و عین همون بقیه متغیرهای قابل اندازه گیری رو اگر متوسطشون رو حساب بکنیم برای حالتهای ایستا همه مستقل از زمان به دست میان یعنی مقدارهای ثابتی به دست میان که این ثابت برای بعضیشون صفر مثل تکانه برای بعضیشون مثل متوسط مکان یا انرژی غیر صفر خواهد خب این پس اولین اهمی اهمیت جداسازی متغیرها جواب های جداسازی شده حالت های ایستای سیستم رو به ما میدن خب تا اینجا بحث داشته باشین توی ویدئوی بعدی اهمیت دوم جداسازی متغیرها رو با همدیگه خواهیم دید توی کلاس درس بعد میبینم اتون خداحافظ